سلام خدا با سلام عرضم. بچه این جلسه میخوایم بریم و وارد حل سوالای شیبفت بشیم. سوالا سالا خیلی روتینیه، خیلی سبکاش سبکایی که تکرار پذیره. عملا یکی دو سه بار این کارا رو انجام بدید دیگه تا آخرش عملا چیز جدیدی براتون نداره. خب آ ما چه شکلی داریم؟ با همچین بارگذاری دو طرفمون گیری داره، وسط تکهگاه داریم و خیلی نامعینه دیگه این خیلی واضحه. که نامعینیمون بالا هی. حالا نیا کن اولین کاری که شما خاصی بکنی برای حل این سوالا اینه که آقا معادله چی گفته تو بنویسی آقا معادله چی گفته چیه نیا کن من معادله چی گفته اونجا میذارم به ترتیب برای آب ب آ ب س و س ب مینویسی معادله چی این جزء بیسیک ترین چیزیه که ما باید به دستش بیاریم نیا کن الان آبه اصلا مخرجای ما چیه مخرجای ما ال و فقط برای اونی که دلتا داره ال دوه حالا خوب شد اصلا دلتا رو گفتم الان تو شکل ما نشست تگیگاهی داریم نه آقا جا نداریم نشست تگیگاهی نداریم پس ترمی که اصلا دلتا رو آورده بود تو بازی هست میشه تو مخرجه ها طول رو میذاریم آقا طول چنده هشته هشت این فیکس مومنت صحبت کنیم حالا برای چهار ای آی الوم چه مچولیه فکر کنم باید تتای ای باشه یعنی اینجا باید بذاریم تتای ای بعدیش چیه؟ بعدیش تتای بی همین حالا بریم در مورد فیکس مومنتش صحبت کنیم. نیا کنید بچه ها این فیکس این مومنت های ها. یا حالا لنگرهای گیرداری. من فیکس مومنتو دیگه از وقتی گفتم حفظ دیگه حفظ کردم دیگه قضیه کلاس گذاشتن نیسته. یه قضیه اینه یعنی که مثلا چیزهایی که بیسیکش این انگلیسیه من چجوری بیام فارسی بگم مثلا حکم این بود که ما دبیرستان زیست بچه همون آورده بودن فارسی کرده بودن بابا این علمیش انگلیسیه حالا مهم نیست الان سمت چپ ما پی ال و به صورت پاد ساعت کرده خب یعنی ما الان باید بیایم بارگذاریمون که دهه رو زب داره طول کنیم طولمون چنده هشته خب تقسیم بر هشت کنیم هشت هشت طولش دیگه این معادله شیبفت آبه بریم برای ب نیا کنید بچه ها دوباره همون آقا جان تتای ب تتا آ ببخشید تتای ب طول هشت طول هشت نیا کن فیکس مومنت الان برای این حالت تغییری نداشتیم بجز اینکه علامتش عوض شد این به صورت پاد ساعت بود، این به صورت ساعت گرده پس ما باید بنویسیم چند باید بنویسیم من های ده در هشت به روی هشت درست شد خب بریم برای بی سی و سی بی نیا کن الان طرف جدیدمون چیه الان ما از آبه خارج شدیم الان ما اینجا باید بزنیم تتای ب تتای ب بعدی تتای س تتای س مخرج چی باید بذاریم مخرج طولا رو باید بذاریم طولمون چنده شیشه طولمون چنده شیشه طولمون چنده شیشه طولمون چنده شیش طول حالا فیکس مومنت یا کن برای یک چنین بارگذاری فیکس مومنت های ما چنین چیزی میشه W همون بارگذاری کنه خب حالا بارگذاری ما چند شیشه شیش زب L به توان دو چی میشه؟ بذار می, می نویسیم برای اولی بی سی نیا این داره پاد ساعت گرد چرخه پس مثبته می نویسیم شیش داره. طولش چنده؟ شیشه شیش به توان دو به روی C بعدی این wl ال بیستومه یعنی مثلیم 6 در سی و بیستوم حالا موضوع اینه که این منفی هم داره چرا؟ چون که این داره به صورت ساعت گرد خب معادلات شیبوفت رو نوشتیم بعدش میگم بعدش میگم به تاودل میگیریم میگم آقا جان مگه تو برای این تکهگاهت اگر بیا یه برش سمت چپ و راستش بزنی باید تعادل داشته باشه دیگه هر جای جسم تعادل داره میگه بله میگم خب نگاه کن الان بیا یه تعادل لنگر با هم اینجا بگیریم چه اتفاقی میفته اینجوری میشه که آقا جان ام بی ای من نگاه الان به صورت ساعت گرده دیگه یه منفی میذاریم پشتش منهای ام بی سی من خب باید برابر صفر خب حالا ما الان پس باید بیایم و ام بی مون و ام بی سی این بی سی جای بی سیمونو مونو عملا مساوی صفر قرار بده چون اگر ما این منفی توش ضرب کنیم اینا همش میشه مثبت دیگه یعنی چیز خاصی نداره خب و مجهول ما چیه بیم یه بار اینا رو نگاه کنیم نگاه کن آقا جان ما تو ایو سی تتا داریم بهت میگم نه چرا بهت میگم نه چون شما وقتی لنگرت گیر داره تتا اصلا نداری تتا اول صفره پس یعنی اگر شما تتای آ و تتای سه دیدی باید برابر صفر بذاری دقیقه میشه چی؟ میشه که پس تتای آ صفره این صفره بعد س هم صفره اینا صفره الان چه مجهولی هستن برای ما موند؟ تتای بی تتای بی یعنی ما یه معادله داریم با یک مجهول خب اگر اینو حل کنیم به ما مقدار عددی ام او M هر همه مقدارهای عددی رو بهمون میده دیگه من یه پاز میزنم مقدارهای عددی رو مینویسم که بریم تو کارش بعد شما ویدیو رو تموم کردم باید یه چیزی اضافه کنم نگاه کنم وقتی ما این معادله رو حل می‌کنیم باید بریم خب مجهولمون رو به دست بیاریم دیگه مجهولمون میشه تتا دیگه تتا مون فکر کنم میشه دو چهار تقسیم بر ای I خب حالا این دو چهار که ما به دست آوردیم میایم میندازیم تو این معادله ها ام هم ام ا ب ام ب همه رو به دست میاریم حالا من اینا ننوشتم مستقیم اومدم جوابش رو گذاشتم پس گیج نزنیم برای حل سوال خب واحداش هم گذاشتیم کیلو نیوتن متر درست شد بعدش بعد چیکار کنیم بعد از اینکه ما لنگرا رو به دست آوردیم بریم بذاریم تو نمودار جسم آزادمون دیگه هر جسم اومدیم کندیم لنگرش رو گذاشتیم بعد بریم و برشش رو بذاریم برشش چطور به دست میاریم حالا آره بروش رو کجا می‌ذاریم؟ با یه تعادل ساده. اصلا بذارید بیایم ما فلان لنگرار رو بذاریم. ناگهان aش شد 10 و 6. 10 و 6 به صورت پاد ساعت گرد یعنی مثبت دیگه. بعدیش چیه؟ بعدیش ba بی بی ای چند شد؟ 8 و 8. نگاه خودش اصلا اومده ساعت گرد گذشتهش 8 و 8. بعدی bc دیگه bc شده چند؟ 8 و 8. 8 و 8. بعدی چیه سی بی خودش اومده ساعتگر گذاشته که همون ده ماه درست شد حالا بعد بریم این برش ها رو بذاریم چطوری بذاریم میگم که بیای تعادل بگیریم تعادل که کاری نداره بیاین هول نقطه A ای برای اینجا فرزن مای لنگر بگیریم چی میشه؟ میشه که سیگما ام ای مساوی صفر میشه چی؟ میشه ده و شیش منهای هشت و هشت فعلا لنگره رو گذاشتم بعد میشه الان نیرو زب در بازو <تصفح> نیرو اون چنده دهه بازوش چنده چهاره بازوش اینقدر دیگه و اینکه نگاه کن داره ساعت گرد میشه خب پس منفی هم میزنه این یکی فقط نیرو B نگاه کن نیرو A که حول نقطه A بازوی نداره که بقا لنگر ایجاد کن مود نیرو B نیرو B بازوش چنده بازوش هشته و می نویسیم خب B left Y ضبط داره هشت و داره به صورت پاد ساعت گرد میشه خیلی پس مثبت و مساوی صفر الان ما اینجا یک معادله داریم یک مجهول میریم بی وایو به دست میاریم بعدش چیکار میکنیم بعدش میایم یه تعادل در راستای ایگرگ می نویسیم آی وایو به دست میاریم همین کارو میریم برای این جسممون هم انجام میدیم بریم واسه یکیشون انجام بدیم که دیگه اون یکی رو خودتون راحت بتونید بزنید الان من دوباره لنگر میگیرم حل نقطه بی میشه چند میشه صفر بعد الان من چه لنگرایی دارم من یه لنگر مثبت 88 هشت هشت دارم خب که داره به صورت پاد ساعت گرد میچرخه یه دونه لنگر 10 دارم که داره به صورت ساعت گرد میچرخه پس منفیه بعدش چی دارم بعدش این 18 رو دارم 18 بازوش چنده نیاکن کن کل شیشه دو تا از این فاصله داره دیگه نیرو مسلسیه پس یعنی ما الان چهار تا باید تا اینجا فاصله داشته باشیم حالا این داره به صورت ساعت کرد حول نقطه B میچرخه پس منفیه بعدش برای نقطه C و Y نیا کن C حول نقطه B داره پاد ساعتگرد کرد میچرخه پس میگم اول مثبته بعد C و من بازو شنده بازو شیشه اینا مساوی صفر قرار میدیم و میریم سی و به دست میریم سی و که به دست اومد تو تعادل در راستای ایگرگ می نویسی و میری بی و رو به دست میری حالا اینا رو به دست رو بردی. بعدش که چی میگم خود تیرت مگه این شکلی نبود میگی بله میگم خب بیا تمام اینا رو با هم جمع کن یا کن سی رو بذار اینجا بگو این میشه نیروه تکهگاهی در راستای وای من برای این نقطه میشه سی وای من برای اینجا میشه آی وای من و برای نقطه وسط ما دو تا برش داریم دیگه برش همون چی هم؟ برش همون. یکی این وره و یکی اینوره چیه؟ بی لفت بی لفت وای من و بی رایت وای من درست شد به همین راحتی ما تونستیم بیایم و چی رو تحلیل کنیم نیروهای تکهگاهی رو به دست بیاریم دیگه اصلا وقتی نیروهای تکهگاهی رو داریم نیروهای داخلی رو داریم میریم و به راحتی هر چی تمام تر نیروی بروشی لنگر خمیشی حتی اصلا ما با نیروهایی که داریم میتونیم یه تقریبی شکل تقریبی تیرم کشیم که حالا اصلا موضوع بحث ما نیست و واردش نمیشیم امیدوارم استفاده کرده باشید به سلامت بر دوستان